سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره بهتون 12 تا کارت همستر کمبت رو معرفی بکنم که میتونه به شما 1,000,000 پروفیت بده. ببینید این 12 کارتی که قراره توی این ویدیو به شما معرفی کنم، از بین تمام کارت های همستر گلچین شده. فقط اینجا کارت هایی رو معرفی میکنیم که سکه کمتری نسبت به بقیه کارت ها میگیرن، ولی پروفیت شما رو خیلی بیشتر افزایش میدن. پس فقط واسه تازه کاران نیست، شمایی هم که تا یه حدی آپدیت کردین این کارت ها رو، میتونین از این به بعد روی همین کارت ها کار بکنین و اینا رو آپدیت بکنین. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این 12 تا کارت، البته یادم نیست دقیقاً 12 تا یا 13 تا، بازم مثل بقیه ویدیوها بهتون بگم که توی این ویدیو هم ما گره کشی داریم. کسایی که میخوان توی گره کشی شرکت بکنن، اول اینکه جایزش 30% از درآمد همین ویدیویه که دارین میبینین، و اگه میخواین توی گره کشی شرکت بکنین، کانال رو حتما باید سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک بکنین و هر چند تا که دوست داشتین راجع به همستر کمبت کامنت ارسال بکنین. هر کامنت یه شانس شما واسه گره کشیه. خیلی خب، بریم سراغ معرفی این چند تا کارت. ببینید دوستان، اولین کارتی که قراره بهتون معرفی کنیم کارت پری مارکت لانچه. همونطور که میبینین من توی یکی از اکانتام این کارت رو تا لول 12 بردم بالا و تا لول 12 134,000 پروفیت تونستم ازش بگیرم. ببینید این کارت بیشتر از لول 12 به نظر من ارزش نداره، چون برای آپدیت لول 13ش از من 80,000,000 سکه میخواد. پس به نظر من ارزش نداره که این کارت بیشتر از لول 12 بالاتر بره. حتی تا لول 10 هم بیشتر آپدیت نکردین، اوکیه، 100,000 تا پروفیت میتونین ازش دریافت بکنین. ولی اگه میخواین سکتون رو خرج آپدیت کردن کارت ها بکنین، به نظر من توی کارت های بعدی میتونین استفاده بکنین. این کارت دیگه ارزش آپدیت کردن بیشتر از لول 12 رو نداره. کارت بعدی کارت سیکس هاب استانبوله که این کارت رو همونطور که میبینین من تا لول 10 فقط بردم بالا. الان برای لول 11ش 1,310,000 سکه میخواد، ولی خب 41,000 پروفیت به من داده. پس این کارت از کارت قبلی که نشون دادم به صرفه تره، چون بابت لول 11 فقط 1,310,000 تا سکه میخواد. پس این کارت هم جزو کارت هاییه که میتونین آپدیت بکنین، حالا تا جایی که واسه تون به صرفه، تقریبا تا لول مثلا 13-14 میتونین ببرینش بالا، ولی من تا لول 10 41,000 ازش پروفیت گرفتم. کارت بعدی کارت همستر استور لانچه که ببینید این کارت همستر استور لانچ رو من قبلا واسه تون توضیح داده بودم. قبل از اینکه اینا بیان گیم رو منتشر کنن، اومدم بهتون گفتم این کارت همستر استور لانچ یعنی میخواد یه استوری، یه فروشگاهی واسه منتشر کردن بازی ها و برنامه ها قرار بده، که جدیدن هم اومد یه بازی توی اون بخش قرار داد، یه بخش گیم به همستر اضافه کرد و یه بازی دوچرخه سواری قرار داد. حالا با این صحبت ها کار نداریم. ببینید این کارتو من تا لول 13 بردم بالا و تا لول 13 تونستم ازش 100,000 پروفیت دریافت بکنم. برای آپدیت به لول 14 15,000,000 از من سکه میخواد، که ولی من خب این کارتو آپدیت نمی کنم، چون کارت های بهتر از اینم وجود داره. ولی تا لول 13 لول 14 به نظر من حتما این کارت آپدیت بشه، چون میصرفه که بخواین این کار رو انجام بدین. نزدیک 100,000 110,000 میتونین ازش پروفیت به دست بیارین. خب ببینید کارت های بعدی کارت های لایسنس کشور هاست، ولی نه همشون. اگه وارد بخش لیگال بشین میبینین که حدود 10-12 تا از این کارت ها وجود داره، ولی بهترین کارت هایی که شما میتونین آپدیت کنین کارت لایسنس ژاپنه، که من تا لول 13 بردم بالا، لول 14ش به نظر من نمیصرفه دیگه، 52,000 ازش پروفیت گرفتم. کارت لایسنس اتیوپیه که تا لول 14 بردم بالا، لول 15ش به نظرم نمیصرفه، 40,000 پروفیت ازش تونستم دریافت بکنم. کارت ایندیا یا هند که تا لول 12 44,000 پروفیت ازش دریافت کردم. کارت لایسنس بنگلادش که تا لول 12 62,000 ازش پروفیت دریافت کردم. ببینید این 4 تا کارت بالایی نسبت به پایینی ها یکم پروفیتشون کمتر بود، ولی خب بین بقیه کارت هایی که تو بقیه بخش ها بود، این 4 تا کارت رتبه بهتری داشتن. خیلی خب، کارت اندونزی همونطور که میبینین تا لول 12 نزدیک به
90,000 پروفیت تونسته به من بده. اینجا رو دقت بکنید، این کارت اندونزی 90,000 پروفیت به من داده، برای لول 13 شدن 8 میلیون سکه میخواد، این کارت هم برای لول 14 شدن 8 میلیون سکه میخواد، ولی فقط 52,000 پروفیت به من داده. پس کارت اندونزی از کارت ژاپن بهتره. کارت بعدی کارت لایسنس ویتنامه. ببینید کارت ویتنام هم تا لول 11 که بردم بالا 63,000 پروفیت داده. این کارت هم ارزش داره که تا لول 13-14 ببرینش بالا. همونطور که میبینین مقدار سکه ای که دریافت میکنه مثلا از این کارت بنگلادش پایین تره، از این کارت ایندیا نسبت به پروفیت که میده پایین تره. پس این کارت هم واقعا جزو کارتاییه که ارزش داره. کارت بعدی کارت ترکیه است، نسبت به بقیه کارت ها یکمی ضعیف تر، البته مقدار سکه کمتری هم دریافت میکنه، ولی خب میشه جزو کارت های قرارش داد که پروفیت خوبی میدن با مقدار سکه کم. و در نهایت کارت لایسنس فیلیپین، که این کارت لایسنس فیلیپین تا لول 12 116,000 پروفیت به من داده. ببینید این کارت هم جزو کارت هاییه که خیلی پروفیت خوبی میده، پس تا جایی که میتونین افزایشش بدین، البته تا جایی که این سکه ها ارزش داشته باشه. ببینید من تو اکانت خودم به نظرم بیشتر از لول 12 ارزش نداشت واسم. پس هر کارتی هم که دارم معرفی میکنم بستگی به مقدار سکه‌ای که خودتون دارین نگاه کنین که ارزش داشته باشه. و کارت بعدی که قراره بهتون معرفی کنیم کارت دیتا سنتر توکیوه. ببینید دوستان این کارت رو من فقط تا لول 9 بردم بالا، ولی 77,000 پروفیت تونسته به من بده، یعنی یه بار دیگه آپدیتش کنم تا 90,000 پروفیت میتونه برسه، اونم تقریبا فقط با 3 میلیون سکه. پس این کارت دیتا سنتر توکیو هم به شما فراموش نکنین، جزو کارت هایی که حتما باید آپدیتش کنین. خیلی خب، کارت بعدی از بخش اسپشیال این کارته که حالا اسمش هم طولانیه، کارت دیجیتال بانک. ببینید دوستان این کارت به جرئت میشه گفت تا الان کارت طلایی همستر بوده. این کارت برای هر آپدیتش بین 20 تا 35,000 پروفیت میده، یعنی تا جایی که من خودم تو اکانت اصلیم آپدیتش کردم تا 35,000 پروفیت برای هر آپدیت رسیدم. تقریبا توی اکانت اصلیم هم نزدیک به 300,000 پروفیت فقط تونستم از همین یه دونه کارت به دست بیارم. دقت بکنید سر اولین کارت من چی گفتم؟ گفتم اگه قرار باشه چند میلیون خرج بکنم مثلا اون کارت رو بیام آپدیت بکنم، سکه ها رو نگر میدارم کارت هایی هستش که ارزش بالاتری داشته باشه. اون کارتی که میگفتم ارزش بالاتری داره در حال حاضر این کارته. امکان داره در آینده کارت های جذاب تر از اینم بیاد، ولی در حال حاضر توی کل همستر هیچ کارتی نداریم که اندازه این کارت جذاب باشه و بتونه پروفیت شما رو ببره بالا. پس اگه میخواین سکه خرج بکنین بیشتر تمرکزتون رو بذارین روی این. بقیه کارت ها رو میگم تا اونجایی که گفتم آپدیت بکنین، ولی اگه سکه اضافی داشتین و خواستین بیشتر آپدیت بکنین به نظر من روی این سرمایه گذاری بکنین خیلی بهتره، چون مقدار پروفیتی که بهتون میده اندازه همزمان آپدیت کردن 6 تا کارت دیگه است. پس این کارت رو به عنوان کارت طلایی در نظر بگیرید. خیلی خب، این از کارت هایی که قرار بود بهتون معرفی بکنیم. حالا یه دو تا کارت هم جدید همستر اومده منتشر کرده، در اصل 3 تا کارت. ببینید یکی این کارت This is fine، پروفیت مثلا آنچنانی بالا نداره، ولی خب نسبت به بقیه کارت های قدیمی پروفیتش خوبه. کارت بعدی کارت تولد اتریومه، که این کارت هم یکی از کارت های زمانداره، امکان داره مثل همین کارت وارد بازار NFT بشه، چون این احتمال زیاد وارد بازار NFT میشه. پس این کارت هم حتما خریداری کنین. کارت بعدی که جدیدن منتشر شده این کارت اسپورت کالکتیبلز مارکت پلیسه، که حالا تلفظش هم نمیدونم، اشتباه گفتم فکر کنم. ببینید این کارت پروفیت آنچنانی نداره، یعنی شما تا لول 10 ببرین بالا شاید نهایتاً 10,000 تا پروفیت به شما بده، ولی خب به نظر من این کارت رو بخرین، نیازی نیستش خیلی آپدیتش بکنین، ولی خب 100% این کارت هم بگیرین جزو کارتاتون باشه دیگه، ضرری نداره چون سکه خیلی زیادی هم نمیخواد. خیلی خب دوستان، تا اینجا کارتایی که مهم بود و بهتون معرفی کردیم. الان بریم سراغ گوره کشی. ببینید گوره کشی که قراره انجام بدیم از این ویدیو. خیلی خب، من میام لینک این ویدیو رو
فتوکپی میکنم. حالا کسایی که میخوان توی گوره کشی شرکت بکنن شرایطش چیه؟ ببینید، اول از همه شما باید کانال رو سابسکرایب داشته باشین، دوم ویدیو رو لایک بکنین و سوم هر چند تا که دلتون میخواد راجع به همستر گنبد کامنت ارسال بکنین. هر یه کامنت یه شانس واسه برنده شدنه. خیلی خب دوستان، من بیام لینک اون ویدیو رو اینجا وارد کنم، روی گزینه پیج کلیک بکنم، روی گزینه داپلیکیت هم کلیک میکنم که کامنت های تکراری شمرده بشه. مثلا اگه شما 2 تا کامنت گذاشتین یا 10 تا کامنت گذاشتین، هر 10 تا شمرده بشه. روی گزینه کانتینیو کلیک میکنم و شروع میکنه به شمردن کامنت ها. خیلی خب، همونطور که میبینین 256 تا کامنت ارسال شده. روی گزینه پیک وینر کلیک کردم. خیلی خب، ببینید دوستان، آقای امیر حسنی برنده این ویدیو ان که کامنت گذاشتن و نوشتن من الان دارم دو شیفت کار میکنم و بقیه صحبت هاشون. حالا راجع به این کامنت هم من یه صحبتی بکنم. ببینید دوستان، وقتی شرایطی واسه شما فراهمه که شما میتونین درآمد دلاری داشته باشین از کانال یوتیوب و گوگل ادسنس سایت، خب به نظر من روزی نیم ساعت، نمیگم روزی یک ساعت، روزی نیم ساعت هم وقت بذارین روی یه کانال یوتیوب فعالیت بکنین، واقعا میتونه شرایط درآمدیتون رو خیلی بهتر بکنه. به هر حال آقای امیر حسنی برنده این ویدیو ان. آقا امیر لطف کنید اگه دارین این ویدیو رو میبینین، حتما تا امشب آدرس کیف پول ترونتون رو تو جواب همین کامنتتون ارسال کنین که من واریزیتون رو واسهتون انجام بدم. الان یکی از دوستانی که دیروز برنده شدن هنوز آدرس کیف پول ترونشون رو ارسال نکردن. ببینید الان ساعت 7:31 صبحه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. یه لحظه بیام اون کامنت رو بهتون نشون بدم. ببینید، برنده دیروز آقای امیر سنی بود ولی همچنان آدرس کیف پول ترونشون رو ارسال نکردن و من منتظرم ارسال کنن. خب خیلی از دوستان مثلا بعد از 4 روز 5 روز میان ارسال میکنن که اون موقع واسه من واقعا سخت بیام کامنتشون رو پیدا بکنم. پس لطف کنید اگه توی گوره کشی ها شرکت میکنین حتما ویدیوهای فرداش هم ببینین، اگه برنده بودین آدرس کیف پولتون رو ارسال بکنید. خیلی خب دوستان، ممنون که تا اینجا با ما بودین. دیگه صحبتی باقی نمونده. روز تون خوش. خدا نگهدار.